بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینی فراتر از کهکشان ها، با برنامه دیگر از مجموعه با هم کتاب بخوانیم در خدمت شما عزیزان هستم. کتابی رو که با هم خوندیم از چشم سار معرفت، مجموعه درس های اخلاقی حضرت آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی قدس سره بود. چند فصل از این کتاب رو من در خدمت شما بودم و با هم دیگه خوندیم. امیدوارم که به هر حال این برنامه تونسته باشه برای آموزه های اخلاقی به شما عزیزان کمک کرده باشه و هدف ما هم همینه. با فصل دیگر از کتاب در خدمت شما عزیزان هستم و این فصل رو هم به همراه شما میخونیم. رفتار ظالمانه صلاح الدین ایوبی علیه شیعیان بدترین فاجعه تاریخ را در طول هزار سال گذشته برای شیعه به وجود آورده است. به نظر می رسد اگر صلاح الدین نبود، اکنون تمام مردم کشورهای مصر، لیبی، الجزایر، مراکش، فلسطین، سوریه و ترکیه و حتی کشورهای بیشتر شیعه بودند. زیرا بر اثر تبلیغات شیعیان بخش اعظم مردم جهان شیعه می شدند. حقیقت این است که صلاح الدین ایوبی تمام شیعیان مناطق پیچ گفته را کشت. من چند جلد کتاب از نویسندگان اهل سنت خواندم که همه او را ستودند. صلاح الدین ایوبی همچنین مجلات و نشریات از او ستایش می کنند. اما توجه داشته باشیم کسانی که او را ستودند هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در شرح حال او نکردند و نمی دانند که او چه جنایاتی مرتکب شده است. خالد ابن ولید یک منافق بیشتر نیست، ولی اهل سنت از او به عنوان یک شخصیت بزرگ اسلامی یاد می کنند. چه این که در داستان مالک ابن نویره شیعیان را کشته است و اهل سنت از این داستان به خوبی آگاهی دارند، اما متأسفانه آنها کسی را بیشتر می ستایند که ظلم بیشتری نسبت به شیعه روا دارد. و اگر خالد ابن ولید را به دنیا معرفی کرده بودیم، امروز بسیاری از شیعیان فرزندان خود را به نام خالد نامگذاری نمی کردند، زیرا در ذهن همه جا گرفته است که خالد سیف الاسلام بوده است. نظر ما این است که اهل علم تلاش کنند 50 عنوان کتاب در مورد شرح حال و کارنامه سیاه صلاح الدین بنویسند تا برای مسلمانان روشن شود که او نه تنها از دیدگاه دین اسلام بلکه از دیدگاه جهان یک جنایتکار جنگی بوده است. اگر مسلمانان قاصبان خلافت را رسوا می کردند، امروز آنان از شخصیت‌های برجسته دینی به شمار نمی رفتن. یکی از خلفای بنی عباس دو معاون داشت به نام وسیف و بقا. این دو اهل ترکمنستان بودند که خلیفه پس از بیرون راندن برمکیان از دارالخلافه کارها را به آنان محول کرد و همه امور زیر نظر این دو برادر اداره می شد و خلیفه مشغول لهو و لعب و فساد بود. شاعر می گوید خلیفه که در میان قفس وسیف و بقا قرار گرفته است و توتیوار آنچه را به او می گویند تکرار می کند. درباره صلاح الدین همین گونه عمل کردند و همه مانند توتی و به تقلید از دیگران او را ستایش می کنند. از جمله رادیوهای کشورهای اسلامی از او به عنوان یک قهرمان ستایش می کنند. در مقابل اهل علم باید چهره واقعی او را به همه معرفی کنند تا رسوا شود. زیرا او مسئول کشتار شیعیان است که گذشته از دیدگاه ما، از دیدگاه جهانی نیز او یک مجرم و جنایتکار است. بنابراین ما نباید کورکورانه از دیگران پیروی کنیم و او را یک قهرمان مسلمان معرفی نموده، بلکه باید با مطالعه و تحقیق دشمنی و جنایت او علیه شیعیان را بر همگان آشکار کنیم. جنایت صلاح الدین را می توان به این شرح خلاصه کرد. 1. کشتار شیعیان فاطمی در مصر، اردن، سوریه، لبنان و دیگر مناطق. هنگامی که صلیبی ها بیت المقدس را اشغال کردند، صلاح الدین فرمانده دولت فاطمیان بود. دولت فاطمیان شروع به جمع آوری نیرو کرد تا صلیبی ها را از بیت المقدس بیرون براند و پس از آماده کردن نیروی جنگی، صلاح الدین را که فرمانده لشکر بود برای مقابله با صلیبی ها به دمشق اعزام کرد. اما او در دمشق علیه دولت فاطمیان کودتای نظامی کرد، عملی که در تمام دنیا جرم به شمار می رود. 2. کشورهای اسلامی را
که متحد بودن متفرق و پراکنده کرد، یعنی با عمل خود منطقه سوریه و مصر را که بخشی از کشور بزرگ اسلامی بودند به کشورهای جداگانه تبدیل. سپس با آماده کردن نیروی نظامی علیه دولت فاطمیان اقدام و دولت را ساقط کرد، که این عمل نیز باعث تضعیف قدرت مسلمانان در برابر صلیبی ها بود که خود جرم دیگری است. 3. 1,000,000 شیعه را کشت. 4. 1,600,000 کتاب خطی شیعه را آتش زد. 5. هنگام مرگ کشور اسلامی را میان فرزندانش تقسیم کرد. از این رو صلیبی ها در کشورهای اسلامی باقی ماندند. 6. مردم را شکنجه می کرد که این عمل خلاف اسلام و عقل است. 7. علما را کشت و حوزه علمی حلب و غیر حلب را نابود کرد. بنابراین او یک جنایتکار جنگی بود، نه یک قهرمان اسلامی. البته با صلیبی ها هم جنگید، ولی انگیزه او تحکیم پایه های دولت خودش بود. یکی از شکنجه های صلاح الدین علیه شیعیان این بود که کلاهی ساخته بود که تا گردن را می پوشاند و ای دستور می داد آن کلاه را پر از عقرب کنند و سر شیعیان بگذارند و عقرب ها او را می گزیدند تا جان می داد. کتابخانه های حلب صدها هزار جلد کتاب داشت که تمام آنها بر اثر جنایت صلاح الدین نابود شد. علت عقب ماندگی شیعه این است که آنها فعالیت نکردند، اما سنی های ناسبی بسیار تلاش کردند. از این رو پیشرفت داشت و به اهدافشان نیز رسیدند. زمانی که در کویت بودیم مخالفان شیعه کتاب الخطوط الارضیه را چاپ و منتشر می‌کردند. در این کتاب به شیعه اهانت شده است. ما برای مقابله با تبلیغات مخالفان شیعه کتاب المراجعات را در تیراژ بالا چاپ و منتشر کردیم و کتابی هم به نام الخطوط الطویله در 20,000 تیراژ چاپ و منتشر کردیم که به علت تأثیرگذار بودن این شیوه تبلیغی سال بعد سنی‌ها آن کتاب را چاپ نکردند. بنابراین باید در برابر فعالیت‌های مخالفان مقابله به مصر کرد، یعنی برای مقابله با الخطوط الارضیه باید الخطوط الطویله نوشت. باید توجه داشته باشیم که دشمن بیکار نیست و همواره در تلاش است تا شخصیت سازی کند و اگر دیگران ناآگاه باشند کورکورانه از دشمن پیروی می کنند و به تمجید دشمنان خود می پردازند. پس ما باید آگاهانه سخن بگوییم نه مقلدانه. از جمله با نصب مجسمه‌های او در میدان‌های مصر و ساختن فیلم از او تجلیل می‌کرد. این حرکت در حالی صورت گرفته که فرعون از بزرگترین جنایتکاران دنیاست و ادعای خدایی کرد و تا قدرت داشت مردم تحت ستم و بی‌دفاع را شکنجه کرد. از جمله نقل شده است او دستور داده بود که مردم ساختمان‌های بسیار با عظمتی مانند اهرام مصر بسازند و به همه مردم حتی زنان آبستن هم دستور داده بود که سنگ‌های بزرگ را از مناطق دور به محل ساختمان هم کنند. آری، جمال عبدالناصر از فرعون که مرتکب آن همه جنایت شد تجلیل میکرد. خب عزیزم، فصل دیگر از این کتاب رو هم با هم خوندیم و امیدوارم از این فصل هم نکات آموزندهی رو شما عزیزان برداشت کرده باشید. راه‌های ارتباطی با ما رو فراموش نکنید. ما واقعا دوست داریم که شما هرچه نزدیک و نزدیکتر با ما باشید و ارتباطتون رو با ما صمیمانه برقرار کنید و ما هدف اصلی ما از این برنامه دقیقا همینه. هر جا که هستید خدا یار نگهدارتون باشه. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی. حسين حسين.